زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم کسانی بودند که زندگی خود را فدای اسلام کردند. خداوند نیز صدق و پاکدامنی آنان را تایید نمود و لقب بزرگ مادران مؤمنان را به آنان عطا فرمود. لقب مادران مؤمنان برای همیشه نشانه ای بر ایمان حقیقی زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم باقی ماند. عن انس رضی الله عنه قال قیل یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من احب الناس الیک؟ قال عائشه. قیل من الرجال؟ قال ابوها. اخرجه الترمذی و صححه الالبانی. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم کسانی بودند که مال و جان خود را فدای اسلام کردند، کسانی که دین اسلام را همان گونه که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده بود یاد گرفتند و عملی کردند. همین اصحاب فداکار و شاگردانشان بودند که اسلام حقیقی را از شرق تا غرب انتشار دادند و جان بر کف در طلب رضایت خداوند بودند و در این راه ثابت قدم استوار ماندند. این گونه بود که خداوند آیاتی قرآنی را برای تأیید آنچه در دلهایشان از صدق و اخلاص بود نازل کرد و رضایت خود را از آنان برای همیشه اعلام نمود. آیاتی حاکی از بشارتی الهی که خلف وعده نخواهد داشت. و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. یه مسئله اینجا به شما بگم، ایرانی ها عادت دارن به اصحاب پیغمبر لعن میکنن، میگن همه منافق شدن، همه مرتد شدن الا سلمان عبادرانی. این کلمات، این ضد قرآن. اصحاب پیغمبر 30,000 هجوم رفته فداکاری کرده، در جنگ احد 750 نفر یاری پیغمبر کردن و همه زهر بردن. علی بن ابی طالب علیه السلام 80 یا 90 زهر، عمر 21 زهر و تمام تواریخ نوشته. شما ها یه دفعه شما آگه زخم شمشیر آقا جان شوخینی حلوانی زخم شمشیر 21 شمشیر خوردن اون هست در جنگ احد ایستادگی کرد. خب حساب پیغمبر اینا که خدا اینا رو که بیعت کردن با پیغمبر 4,000 نفر همه رو میگرد از یک راه آقا هنگان و عبد الله هم مقاله هم مغفرت هم قلد هم علیم و اولاوگه هم المومون حقا. خدا میگه مومن علیه اینا خدا از اینا راضیه و عدد لولا هم مقبرت هم علم علیم و عجل عظیم و خدا پاداش بزرگ رو برای اینا و یه اصحاب پیغمبر که بدایی کرده کردن خدا برای این چه خدا این حرفا رو برای اصحاب مهاجرین و انصار زده و خدا اینا رو میشناخته که گفته خدا اشتباه نکرده، خدا بنده شناسه، عاقبت بنده هاش رو میشناخته که تعریف کرده. حالا شما ملل هم میکنی زد قرآن، زد قول قرآن، کسانی که اصحاب مهاجرین انصار را لعن میکنن و میگن اینا مرتد شدن، اینها ضد قرآن میگن. ما نمیشه بگیم خدا نفهمی شیعه های ایران فهمیدن، میشه میگن آخه منافق بودن. بله منافق بودن، اون چی منافق بود؟ اونی که جنگ میرفت منافق نبود، اونی که در مدینه میمون تنبلی میکرد منافق اون بود. چیه؟ بشکنون نه مهاجرین نه انصار، اونایی که تنبلی کردن و اونایی که منافق آمدن اینها نشانهاشو در قرآن گفته. این در 15 نفر منافق عبدالله ابن عبی یا اصحابش اینا منافق بله نشانهاشو در قرآن گفته. اونایی هستن که میگفتن که به یخرجن در عرض من هر ازل، میگفتن ما عزیزیم در مدینه و محمد اصحابش ذلیل هست و ما اینهایی برون میکنم. این درست یه عده مخصوص نشاندار که خدا نشانهاشون در قرآن گفته اینا منافقن، که رفت به اصحاب مهاجر انصار نداره. پس کسانی که بدانید کسانی که مهاجر و انصار رو فوش میدن یا لعن میکنن یا بالای منبران میگن اینا مرتد شدن، اینها تمام به قرآن بیعقیدن.
چراغ قرآن خدا تضمین کرده به عشق را برای مهاجرین و انصار. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. خدا قول داده از اینا راضی شده از اینا تحریف کرده در سوی انفال میگه این من لذین آمن ایمان رو یک کار کردن با حاجه و هجرت کردن مناقلن اونها خانه هاشون از مملکت کفر ول کردن خانه زندگیشون رو هاجر رو هجرت کردن آمدن مدینه و اینا منافقن. پس اینهایی که مهاجر بودن یک نفر که منافق نیست. منافقین کسانی هستن که به جنگ حاضر نشدن، اسمشون هم هست. کسانی هستن که نقشه میکشن پیغمبر رو بیرون کنن. کسانی هستن که در مقابل مسجد پیغمبر مسجد ساختن، اسمشون هم هست. اینهایی که هجرت کردن، جان دادن، مال دادن، خدا میگه ان الذین آمنوا و هاجروا هجرت کردن و جاهدوا به اموالهم و انفسهم والذين آمنوا أولئك هم المؤمنون حقا. یه مؤمن حقیقی اینا اینا مرتد شدن پس خدا رو نعوض الله خدا ناجیه خدا جاهله بجا خدا بوده اینا مؤمن حقیقی هست بر اینا مؤمن قلابی رو باده میشه کسی بیده رکاب پیغمبر کنه مال بده جان بده هجرت بکنه جنگ بکنه زخمی بکنه آخر جنگ بشه منافر آری میخواهند آنان را از راه نورانی قرآن و سنت دور سازند و در تاریکی های شرک و خرافات گرفتار نمایند. فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرسى العدالة والإخاء والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم